شما یه فان فکت راجع به خودتون بگین. من اصولا میرم هر کجا، مثلا مهمونی جای فرق نمیکنه. بعد میبینن ساعتاشون دستشون از دست من. کیف قاب زنی داداشم دزدی. سلام، من فاطمه، 24 سالمه و 3 ماه اومدم دبی توی ایران، کارمند فرودگاه بودم. یکی باشه بهم آرامش بده دیگه، قیافه پسر اصولا مهم نیست. اصلا استرس نگیری یا؟ نه جدی، کلا قرار فهم کلا بکنم 2 میلیون آدم ویدیو رو ببینه. بریم بر پسرا؟ آره بریم. جدی؟ استرس هیچ؟ نه ای بابا، برای اولین ویدیو خودش خوبه، استرس نداری. پس فشاتو بگیر. پسرا بیاید. داشیام همه خفنا. به 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 به، چه پسرایی. به 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 به، اتوبوس بعدی بیا. به نظرت میتونی جدی امروز ما برای شما یک نفر رو پیدا کنیم که شما بری مثلا باش دیت کنی؟ ایشالله. اوه، پس امیدواری. ایوه. خب شماره 1، یه فان فکت راجع به خودتون میگید به من. یه خورده خنده داره، اشکال نداره. من یه خال دارم، اصلا جای مناسبی نیست. کجا؟ دقیقاً کجاست؟ اصلا انجام؟ حالا بعد همون خال توی صورت یکی رفیقام هم هست، رفیق نزدیک. اوه، امیدوارم که داخل این جمع ما نباشه. نه اینجا نیست، اینجا بود که الان بیشتر. خدا رو شکر، خدا رو شکر. شماره 2، شما یه فان فکت راجع به خودتون بگین. من اصولا میرم هر کجا، مثلا مهمونی جای فرق نمیکنه. بعد میبینن ساعتاشون دستشون نیست، دست منه. کیف قاب زنی داداشم دزدی. نه آقا، نه تو اینجا هم رعایت کردم، نذارم تو اینجا هم رعایت کردم. دقیقا شغلت چیه؟ شعبده بازم. آه، شعبده بازه، این خوبه، میتونه سرگرمت کنه. پولم میتونی دزدی کنی؟ آره پول زیادم. میتونی حالا جدی؟ ببین پول نمیتونم ظاهر کنم، ولی پولاتو میتونم واسط غیب کنم اگه خواستی. ایوال ایوال. خب شماره 3، لطفاً یه فان فکت راجع به خودتون بگین. فان فکت؟ من میتونم ته آرنجم رو لیست بزنم. ته آرنج؟ هیچکی نمیتونه. جدی بچه ها امتحان کن، شما میتونی؟ من دلیل من این کارو نمیکنم. بعدم الان لیست بزن آقا، لیست بزن الان بهمون ببینیم. اگه خودش خواست پرایوت. میریم بعدی. شماره 4، شما لطفا یه دونه فان فکت راجع به خودتون بگین به من. من هر وقت میخوام غذا بخورم قبلش حسابی بهش نمک میزنم. چرا؟ فشار خون میگیری دیگه، عادت دارم دیگه، همیشه این کارو میکنم. خیلی هم ازم میپرسن چرا، ولی دوست هم با نمک بخورم. خب یعنی نمک بشه خودشم فکر کنم. دلیلی که نداره دیگه، عادته، یه جورایی عادت شده. شما نمک نمیخوری؟ یعنی غذا رو با نمک میخوری یا بی نمک میخوری؟ خوش نمک میخورم. بریم بعدی. خب نفر 5، شما یه فان فکت راجع به خودتون بگین لطفا. من راست دستم ولی خب چپ پا. یعنی چی؟ یعنی که با دست راست با گوشیمو میرم دستم، کارامو انجام میدم، ولی موقع فوتبال یا کارهای دیگه با پای چپ. این خوبه. یعنی دست چپا با دست چپ گوشیمو. ببین میخوای بنویسی با دست راست مینویسی دیگه، ولی بخواد مثلا یه شوت بزنی با پا چپ میزنی. فکت باحالی بود. آره من خودم که اینطوری نیستم، یعنی عقب مونده و مشکل نداره. سال بعدی، شماره 1، اگه الان اکستون اینجا بود نظرش راجع به شما چی بود؟ خب اول فضل سوال سختی. همین الان اگه اینجا بود؟ آره همین الان میومد داخل. چی کار داری میکنی؟ کی گفته بیا اینجا؟ مگه اکست نیست؟ نکست که نیست. اگه اینجا بود که نظرش راجع به شما چی بود؟ چی میگفت؟ نظرش راجع به من چی؟ آره یه چی میگفت بهمون؟ ایشالله انقدر بشی. اوه، فکر کنم بد تموم کردید ها؟ آره. خب شماره 2، اگه اکستون الان اینجا بود نظرش راجع به شما چی بود؟ ببین معمولا اکسا دل خوشی از آدم ندارن. اصلا اینطور نیست، اگه اکس من اینجا بود از من تبلیغ میکردم، میگفت خیلی هم خوبه.
الان بیاد معمولا میگه تو لیاقت منو نداشتی، اصلا من الان اینجا چیکار میکنم؟ قیافه تو بعد دعوای از هم جدا شدی چه وضعشه؟ معمولا دعوا میشه که توافق کنید. اینا آدم میگه آقا ما به درد هم دیگه نمیخورید، تم متمدنان مطمئنم نفرت دارن. اوکی من کاری نکردم. تا الان که جنگ و دعوا بوده، بچه‌ها تو رابطه اصلا خوب نیستن انگار. خب نفر بعدی شماره 3. شما اگه اکستون اینجا بود نظرش راجع به شما چی بود؟ جان خودم جان قدیر راضی بود. هر کی برده بود راضی بود. شماره 3 بود. شماره 3. یا خدا یادداشت کرد. یادداشت کرد. ولی خب هپی بود دیگه. من سعی میکنم خیلی. اوکی. باشه باشه. تبلیغات لطفا. الان اگه اینجا بود دیچاره بود. شایدم پاره میکرد. شایدم. نمیدونیم. خب نفر بعد شماره 4. اگر اکستون اینجا بود راجب شما چی میگفت؟ خودم اینجا بودم یا نبودم؟ این واسه هم سواله. بودی. تو هم بودی اونم میومد. منم که بودم توی یه کلمه بهم میگفت بیلی یا همچی چیز. کسافت. فکر کنم فقط منم که جدی مثلا با خیلی اینجوری که از ما به درد همدیگه نمیخوریم و خیلی این آدم جدا شدیم همه با. خب نفر بعد شماره 5. نظر اکستون راجع به شما چی بود اگه اونم الان اینجا بود؟ از امروز اینجا بود که مسلما بد و بیرا بهمون میگفت، ولی نظرش در کل بخوای یکی مثلا به زیاد اهمیت میدادم و پیگیرش بودم. آها یعنی از خوبی زیاد میگم؟ نه از خوبی زیاد نمیگم، از خوبه داستانم. نه داستانت خوب نیست؟ اوکی داشتم کدوم رو هست کنیم؟ چه کنیم هم به نظرت؟ خداحافظی میکنیم با ما نتیجه گیری کردیم و متاسفانه بگو خودت بگو من گردن نمیگیرم. نه شما انتخاب کرد. شماره 5. چه با خوش ذوقی هم گفت 5. آه داشم الهی دور دگردم. چرا بفهم تشریف به اینجا داشم. تو یه لجندی. چرا واقعا چی شد؟ چیز نشد دیگه کنم. ببین خیلی چیزا رو از دست داد. 100% اشکال نداره. اولین ضرر بزرگترین ضرر. اشکال نداره داداش. بفهم. مراقب باش داداشم. الهی دورت بگردم. شماره 1. واکنشتون نسبت به زیاد غذا خوردن یه دختر چیه؟ کینه از اون برنامه اومده قشنگ. خب از درون داغون میشم ولی سعی میکنم که با مهربونی بگم که آقا این کارو یعنی کنار نمیای هر سالان؟ کنار بیام خب به ضرر خودشه. آه چون از تو به خاطر که نه اصلا بدن سازه مثلا خیلی فیت من چون خودم ورزشکارم دوست دارم ببینم چه اتفاقی اصلا یکیش به نفع مدیونی به خدا. آره یادم باشه حتما شماره 1 رو ببینم چه جوریه بدنش. شماره 2. نظرتون راجع به زیاد غذا خوردن دختر چیه؟ من واقعیت خودم ذوق میکنم. من مثل عمه ها میمونم که میگه قربونت دارم بخور بخور. آه نایس. جدی از بندل؟ نه آره نه بلده ها. قشنگ میمونه شکم دختر رو پر بکنه. دختر هپی مپی. خب شماره 3. نظرتون راجع به زیاد غذا خوردن یه دختر چیه؟ اینکه کلن پارتنرم شبیه خودم باشه. بلش رو در آورد. شماره 2. با حاله به نظرم. ولی خب با هم ورزش هم بریم دیگه. جیمه رو بریم. آه ولی اوکی یعنی. شما هم پرخورین؟ آره دیگه چرا که نه. با هم بچه ها بدن ها فیته ها. من دیدم اون بر پرده رو. سیکس پک ها بیرون. بچه داشتی هم خوبی؟ از لب سایل آوردیشون. نه از وقت خواب بود. نفر بعدی شماره 4. نظرتون راجع به زیاد غذا خوردن یه دختر چیه؟ خوشحال میشم به شرط اینکه رژیمش رو رعایت کنه. زیاد غذا میخوره دیگه رژیم نمیشناسه که. دیگه کسی که اگه خربازه میخوره باید پای لرزش هم بشینه دیگه. اگه زیاد میخوره باید ورزش کنه. آه یعنی مخالفی اگه نخواد ورزش کنه؟ آره چون بد شکل میشه، استیلش بد میشه، لباس تنش نمیشینه. تو خود ورزش میکنی؟ من نه زیادی فکر کردم. بریم نفر بعدی. شماره 1. اگه ما بچه داشتیم و توی یه حادثه قرار میگرفتیم منو نجات میدادی یا بچه‌مونو؟ دور از اون البته. آره واقعا خیلی بده این. کاش سوال خنده‌دارتر می‌پرسیدم. متاسفم داشتم بچه‌ها هواون پشت صحنه. ولی من
بچه رو نجات میدادم، پشتش هم خودمو میکشتم. خب بچه یتیم بزرگ میشه. خب الان چی کار کنم؟ من نمیدونم، انتخابی بود که تو کردی. آره من بچه رو نجات میدم، پشتش هم خودمو میکشتم، هممون راحت. خب اون بعد وقت بیچاره چه آینده. اوکی چقدر عجیب بود. واقعا عجیب. اوکی خب شماره دو، اگه یه بچه داشتیم و توی یه حادثه قرار میگرفتیم، بچه‌مون رو نجات میدادی یا منو؟ اولا که این واقعا انتخاب سختیه، ولی بچه رو نجات میدم. حالا دلیلش هم میگم چرا. چرا؟ بچه رو نجات میدم که این یادگار عشقم بمونه، اونو بزرگش کنم که همیشه جلو چشمم باشه، انگار اونو دارم میبینم. دیگه بهترین تصمیم ممکنه بشه بگیری. آه احساس میکنم زیادی داری از آدم خوبار در میاری. نه آقا واقعا اینجوری هم خیلی جوابش خوب آخه. من ادا در نمیارم. اوکی اوکی خب شماره سه، اگه ما بچه داشتیم و توی یه حادثه ناگوار قرار میگرفتیم، من نجات میدادی یا بچه رو؟ خب انتخاب سختی، ولی خب بچه رو نجات میدادم، بعد اسم مامانش رو میذاشتم روش. آه شیت، اگه بچه پسر بود چی؟ آتیش؟ اونو بعدا تصمیم میگیرم. خوب بود. خب شماره چهار، اگه بچه داشتیم و توی یه حادثه ناگوار قرار میگرفتیم، منو نجات میدادی یا بچه‌مونو؟ بچه‌مونو. چرا؟ یعنی هیچکی برای مادر ارزش قائل نبود نه؟ نه میدونی چرا؟ چون من مردم. چراش اینه که انسان ها به دنیا میان، یه زندگی رو تجربه میکنن، بالغ میشن، ازدواج میکنن و ثمره اون زندگیشون میشه بچه. مثلا پدر و مادرها خودشون رو فدای بچه ها میکنن دیگه، از خودشون میگذرن که اون بچه رشد کنه و قوی بشه و بزرگ شه. واو واو ایوه فقط کاش این جملات سنگین داخل این برنامه چرت ما نمیگفتی. خب داشتم به نظرت الان چیکار کنیم؟ واقعا نمیدونم. واقعا سخته. خداحافظی میکنیم با تو مال نکردی اینکه اکسش دربارش چی میگفت؟ اینجا بودی همه بچه‌ها که شکست عشقی خوردن همدیگه جدا شدن اصلا سعی تا لحظات دیگر یک نفر از این جمع با شما خداحافظی میکنم. خب شماره چرا با خوشحالی میگه این شماره؟ آقا از خدا شو در بندازه بیرون. دوز بیا بیا شوخی میکارم. افتخارش خارش. اینو اسلو موشن کنین. الو دور دیگه یعنی ای بای چی شد پس؟ چیزی نیست ای داداشم. ولی غیبت میشه لیست بزنی؟ نه این من نبودم بابا. همه که لیست بزنی داداشم. چی شد؟ دیگه حالا تو واقعا حالا اینقدر پرفکت داخل رابطه یا دروغ داشتی میگفتی؟ نه من فیلم بازی نمیکنم همین مدلی. واقعا؟ آره ولی تو دل سنگی تو من لیاقت نداشت داشتم. دیگه اشکال نداره. حالا دور دیگه دنبال لیاقت. آخی خدافظ. خب شماره یک، بله چه دختری برای شما کنسله؟ اوه سوال خوبیه. به خدا یکیتون برگرد بگی خیونه دوغ بو ای 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 ای. نه آقا نه، دختری که بی ادب باشه، مثل مرد فوش بده و لایف استایل نداشته باشه. بد دهن. این نه برای من، بلکه برای همه پسران این سرزمین کنسل است. واقعا همینطوره، دختر بد دهن فکر کنم. من اوپنم، به همه چی اوکی ام. من بد دهن و بدون لایف استایل. آه جواب خوبی بود. شماره یک. اوکی خب شماره دو، چه دختری برای شما کنسله؟ شماره دو هست شده سه هستم خوشبختم. خب شماره سه، چه دختری برای شما کنسله؟ به نظر من دختری که به خودش نرسه آه کنسله کلا. بعد شما خود به خود میرسی دیگه شدیدن. هفته یه بار فقط پیش آقا. هفته یه بارم که نه، پنج روز. آفرین آره من خودش کجاست؟ اون بره پرده. نه هفته پنج بار. آره عشقا. آه اصلا همیشه آن کار داره. پنج بار. تمیز. اوکی. در تمیز. از جای دیگه شما من نمیدونم کجا میره ولی. خب شماره چهار، چه دختری برای شما کنسله؟
دختری که روتین نداشته باشه. همتون لوسید چقدر. آخه خب مشترکه دیگه. مثلا یه نفر تو خودت روتین داری؟ داشتم. آره دارم. ولی من فکر می‌کنم مثلا یه دختر فکر کن 12 ظهر بیدار شه، مثلا تو می‌خوای به اون بگی صبح بخیر. خودت 4 بلند می‌شی. یعنی 12 ظهر. داداش کجا می‌دونی من 4 ظهر؟ خودت چند بیدار می‌شی؟ من 4 ظهر. پس اینجاست که می‌ریم سوال بعدی. خب شماره 1. بله بله. یه عادت بد راجع به خودتون میگین لطفاً. خیلی بده ولی خب هست دیگه. من صبح آلارم گوشیمو میذارم 7 و 5 دقیقه، 10 دقیقه، 30 دقیقه، 40 دقیقه، 50 دقیقه، 8، 9، 10، 11، 12 بیدار میشم عصبانی. خیلی بده. خلاصش میشه بیدار میشه بد خلق و خوبه. خیلی عصبانی تا اینو بگی. عصبی ام. اوکی فکر کنم. ولی شب دیگه اوکی ام. بعد دنبال دخترین که لایف استایل و فلان و بعد خودت مثل سگ بلند بشی ها. کثافت. نه من فقط صبح عصبانی ام آقا. اوکی. خب نفر بعدی شماره 3. آفرین. ریاضیت خوبه. خب شماره 3. یه عادت بد راجع به خودتون میگیم به من. عادت بعد یکی این که داشتم زیادی خوبه نزدیکه به ارسلان زیاد میخوابم. همه کلن اهل خوابیم. بعد خوش هم میاد همه شونم دختره منظم و اینا. آره دیگه میخوابن ولی دختره 7 صبح بلند شی بره مثلا نون بگیره فکرم. ای بعد همین مشکلت فقط همین بود که تو هم زیاد میخوابی؟ نه یکی این که جینک هم زیاد میخورم. یکم اهلا ببین این خوبه. اشغالیه. داداشم روتین داره موشه اینا. آره اشغالی. خب بعدی دخانیات بد، الکل بد. شماره 4. یه عادت بد راجع به خودتون میگیم. خیلی بیخیالم اصلا. آره واقعا بیخیالم. نه دیگه تو زندگی هدف ندارین. نه هدف دارم. بیخیال یعنی اصلا به هیچ جاش نیست اصلا. هیچی اصلا. زندگی اصلا کثافت. اهمیت دادن یعنی صفر. یه جایی که عجله داریم میخوام برم مثلا خیلی ریلکسم و خیلی شل کارا رو پیش میبرم و همیشه موفق آمیز بوده. فقط زمانش یکم کنده. چی شد؟ آماده شدنت زمانش کنده؟ نه خیلی طول میکشه. فس فس میکنم ولی خب ریلکس یعنی کلن چیلتور آرومه. آره خیلی شلکس یعنی فکر کنم ولی کار پیش میده. کار خیلی مهمه. نیاز به یه دختری دارین که کلا فکر می‌کنم یه ذره به نظم بیارن. آفرین به خودشون بیارتشون بچه‌ها. من خدمت رفتم نتونست منو به نظم بیاره. حالا ببینم چه دختری میخواد بیاد. خدمت نتونست تو رو آدم کنه دختر آدم. اوکی خوش به حال کسایی که صبح زود بیدار میشن. وای 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 آقا زیر این پست چه خبره؟ بیا آقا بپرسیم رفیقای سوگنگ. رفیقای سوگنگ همه خفنن. خب بچه ها به نظرتون اگه راهکاری دارین برای اینکه ما بتونیم صبح زود بیداشیم به ما بگین زیر این پست. مرسی. اونجا باشم چیکار کنیم؟ خداحافظی میکنیم با تا لحظات دیگر. با کی حال نکردی؟ یک نفر از این جمع به همه بینر کثافت تا ساعت 4 میخوابن. همه دنبال اینن که دختری باشه که لایف استایل داشته باشه. آخری هدف نداشت. من نمیدونم. خودت میدونی. انتخاب توه. سه چی بود؟ اونم خوابالو. همشون ولی سه عشق و حالی بود. بابا دیدین که میخواد. اوکی. شماره 4. ای بابا خداحافظی میکنی. داداشم به افتخارش. داداشم سلام. بفهمیدین با شما خیلی داداش. آقا خوابالو نبود. داداشم چی شد؟ من خوابالو بودم. اونا هم کثافتن. اشکال نداشتم اینا هیچ کدوم هیچ یاقت. تو یکی دادشم میکردم اشکال نداشتم. میریم تهش کلاب. امشب کلاب. خب الان کلن 2 تا شرکت کننده بیشتر نداریم. شماره 1 و 3. آفرین بچه ها. جفتشون خوابالو هن. جفتشون هم با غذا خوردن خانوما مشکل. یکیشون داشت یکیشون نداشت. یکیشون اهل یعنی خوشگذرونی بود استغفار الله. یکی دیگرشون هم اهل فیتنس بود. این تا اینجا. واسم بگم در چه جوریه. دروغ نمیگن راست میگن. یه حالا یه روده یه راست که اشکالی نداره. ای بابا. 3 ماه جیم نرفتم. شماره 1.
اصولا کجا مخ دختر رو میزنی و چه جوری؟ تو مراسم ختن سرون بستگان. آخه جاش فرقی نداره، ولی خب او داشم از این فن همه فن حریف بین. نه آخه جاش آقا خودت اگه خوشت بیاد نمیدونی مثلا جبه. اصلا میخوای بری یه جایی که بزنی؟ نه آقا نه اونجوری نه مستقیم. جاش آخه فرقی نداره، ولی خب اون آی کانتکت و داشم این هست که همه جا میره اون آی کانتکت انجام بشه بفهمم میتونم کانکت بشم، فرقی نداره. جاش فرقی نداره. ای بابا اینقدر سوال میتونم اضافه؟ بله حتما. خب بعد اگه بگه نه چی کار میکنی؟ چی میگی؟ خیلی پیش میاد نه برای همه آقایون. اون یه سوال خانوما پیش نه میخوام بدونم پافشاری میکنی یا میره بعدی؟ بعدی اونی که نخواده دیگه اون موقع میخوام سر سگ توش بجوشه، ولی آره به خاطر همون میگم اون آی کانتکت انجام آخه خیلی بشه. هستن که پافشاری میکنن این، ولی خودش یک امتحانه. اگه پافشاری کنی طرف میفهمه که تو چقدر اونو میخوای و نه آمیه. اون آی کانتکت که انجام میشه معمولا میرم جلوی خورده باهاش حرف میزنم، اون مستقیم نمیگم که شما رو بده، ببینم اصلا لحن حرف زدنش چجوریه. یعنی الان تو این جوری میری جلو مدلش چیه؟ اصلا مدل تایپ شماره طرف چیه؟ بعد شماره میدم یا یه کاری میکنم؟ خب شماره 3 رو داریم. بله کار سختیه شماره 2. خب شما اصولا بخوای مخ بزنی کجا میری و چه جوری مخ میزنی؟ جای خاصی که نمیرم، بعد ببینیم تو چه سیچویشنی تو چه مهمونی پیش میاد. ما رو فکر میکنیم مثلا تو کلاب، مثلا اگه نوشیدنی خورده باشم که خودم میرم جلو، ولی اونم کم پیش میاد. ولی خب اگه نخورده باشم دوستی کسی، اصولا خجالتی هم. این خجالتی گوگولی ها با خجالتی ها اوکی یا نه؟ بعدت میاد مثلا یورو همش اینطوری باشه ای یعنی چی ماما؟ نه این کار میکنم. اوکی بریم سوال بعدی. اوکی اوکی میریم سوال بعدی شماره 1. اوه بله. این سوال آخره بچه ها، مراقب باشید حواستون رو جمع بکنید. چرا یه دختر باید باهاتون بره توی یه رابطه؟ قدم بالا 1.85. همین؟ نشستم به در نگاه میکنم. خودش یک معیار خوبیه. من خودم آخه این که اوکی باشه دیگه بقیه کارو انجام میشه. آره راست میگه، خودش هم قد بلنده. این خودش خوبه دیگه. خب دیگه حالا یه چیز دیگه مثلا. فقط چون هم قدت بلنده؟ نه. اثر از شغلت بگو. خب من آرایشگرم. آه؟ تقریبا مربی میتونم باشم. اهل ورزشه. آشپزیم خوبه. آه راست میگه، من دیدم. عکاسیم خوبه. عکاسیش افتضاحه. من میگم. کلاً زندگی را هنری داریم پیش میبریم، یه حال میبریم. آخ ای کاش این جمله رو نمیگفتی، شاید از هنر بدش میومد. ما نمیدونیم. آره. ولی شاید آنچه در قسمت آینده خواهیم. شماره 3. چرا یه دختر باید با شما بره توی یه رابطه؟ چرا نباید بره؟ خوشتیپم، خوشگلم. دیگه چه مود به نفع. دیجی هم. نه اینو نباید میگفتم، اینو دخترها چیز میشن. حساس میشن. نه چرا؟ تو چی گفتی 1.85 به بالا؟ من 1.87 به بالا. قدش پس بلنده، دیجی آشپزیم، وای آشپزیش فوق‌العاده است، من اینم دیدم. خدای هر کی خورده راضی بوده. دم خدای عکاسی چی؟ جدی میفهم عکاسی که اصلا از بچگی، اصلا بچه بودم دور میدادن دستم میگفتن برو عکس بگیر. اوکی خب بریم پس سر جواب نهایی. کیو حذف میکنی؟ تا لحظاتی دیگر خداحافظی میکنیم با شرکت کننده شماره شماره 1؟ آره یک. وا دنی جان وای داداشم، چرا بیا این برای شما بفهمه چرا چی شد پس؟ اینجا خیلی سرد بود. ببین تو خیلی اومدی تا اینجا بالا ها. آره حریف خیلی قویه، حریف من قدش بلندتره. شما عددتون چنده؟ 82. من کوتاه نیستم، بچه ها اصلا از استاندارد بالاترن. یه نفر داریم دو خورده، خدا برو رقیب سخت. اصلا بلندی اساس اذیت هم میکنیم. اینجا من میخوام شما دوتا رو با هم تنها بذارم و دیگه خودتون اینو دو خودت. من یکی از سوالای چالش رو میپرسم، به نظر چه پسری کنسله؟ پسر ترسو. به خاطر اینکه من به عنوان یه دختر خیلی پسرم، یه پسر نباید پسر بشه دیگه، اصلا خیلی کنسله.
یه سوالم شما از ایشون بپرسید. بزرگترین ترس توی یه رابطه چیه؟ اینکه اعتمادمو از دست بدم. سلام علیکم. خوب هستی؟ بریم دی جی یاد میگی؟ آره. اخسی ما. ولی پولشو میگی. حالا که همدیگر رو دیدید، با لایک و دیسلایک بهم نشون بدید. آیا حاضرید به قرار دوم با همدیگه برید یا نه؟